شعار سال مهار تورم است و افزایش تولید. نکته اینجاست که باید همزمان اتفاق بیفتد. در واقع کلید افزایش تولید در مهار تورم است. دردی کهنه به قدمت 50 سال که مزمن‌تر هم شده. پارسال تورم مرز 50% را رد کرد. هرچه خریدیم نسبت به سال 1400 متوسط بالای 50% گران‌تر بود. در این میان تورم بخش بهداشت و درمان، مبلمان و لوازم خانگی، تفریح، فرهنگ و آموزش در کرمان در اکثر ماه‌های سال بیشتر از متوسط کشور بود. بخش خصوصی معتقد است تنها راه نجات از باتلاق تورم هدایت نقدینگی به بخش تولید است. اشتباه نکنید. در کرمان مشکل تک کلمه تولید نیست. سالانه 4.5 میلیون تن محصول کشاورزی در جنوب استان تولید می شود و بیش از 40 میلیون تن ماده معدنی از جای جای استان استخراج می شود. سوال اینجاست که ما این تولید را به چه قیمتی انجام می دهیم؟ اگر ما یارانه انرژی و آب را حذف کنیم و قیمت واقعی انرژی و آب را لحاظ کنیم، آیا این محصولات و کالاهایی که فکر می کنیم تولید هستند به درد می خورند و یا صرفاً اتلاف منابع داشتیم؟ وقتی در کشاورزی به ازای هر متر مکعبی قیمتش حداقل 90,000 تومان هست، با 3,000 تومان، 3,700 تومان یا 4,000 تومان ارزش تولید میکنیم، کاری تولید درد چی میکنه؟ هرچی همه تولید اضافه میشه مشکلی هم اصلا حل نمیکنه. یه همینجور بحث معدن ما همش استخراج میکنیم، 40 میلیون تومان بیشتر، 50 میلیون تومان یادم بیشتر، امیدوارم حد اکثر در رس به کاتول میرسیم و در آهن به شمش پولانی راهکار اتاق بازرگانی این است: تولیدی در کرمان انجام شود و به مرحله انبوه برسد که اولا صادرات محور باشد و دوما ارزش افزوده بالایی داشته باشد. موضوعی که در بخش کشاورزی نیازمند یک تغییر الگوی کشت اساسی و اصلاح شیوه کشت است و در بخش صنعت و معدن هم نیاز به یک حلقه واسط دارد. معدنی در بخش های کروم، در بخش زغال سنگ، در بخش سنگ آهن و در بخش مس باید زنجیره کامل بشه. کرمان در بخش صنعت و معدن یک میانه گم شده دارد. عملا ما صنایع متوسط نداریم، یا بزرگ هستند و یا بسیار کوچک. اولین کار از دیدگاه طبیب‌زاده پر کردن این خلأ است، کاری که با مصوبه شورای تامین و اجبار واحدهای بزرگ به خرید حداقل 20% قطعات از واحدهای کوچک شکل گرفته و حالا رئیس پارلمان بخش خصوصی معتقد است برای استحکامش باید نظام پیمانکاری فرعی ایجاد و تحت این نظام واحدهای تولیدی کوچک موظف باشند تا محصول با کیفیت قابل قبول و در زمان تعیین شده ارائه دهند. در واقع در شرایط مساوی کیفی است که اولویت با تولید کنندگان استان است. با تمام این اوصاف باز این نقدینگی به سمت تولید نمی رود تا نخ تصفیه که همان فضای کسب و کار استان است این مهره ها را کنار هم قرار دهد. کرمان چندی است که در پایش فضای کسب و کار جزو رتبه های آخر بوده. طولانی تر بودن عقص مجوز کسب و کار در کرمان نسبت به استان های همجوار همواره سرمایه گذاران را دل سرد کرده و بعد از عقص مجوز هم این تولید کنندگان را در راهروهای بانک و بیمه و مالیات سر دوانده. قصد نداریم تا در این گزارش به قول بازاری ها در سر مال بزنیم. در این گزارش این پایگاه خبری از متصدی دولت در کرمان تقاضا دارد تا در تحقق شعار سال تولید بهره‌ور را ملاک قرار دهد، نه تولید خالی، و از ارائه گزارشاتی که مبتنی بر اعداد و ارقام گاهن بی محتوا هستند بپرهیزند. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.